به نام خدای یکتای بی‌همتا، ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم می‌فرماید: هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معكم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر. او کسی است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید، سپس بر عرش مستقر شد. آنچه را در زمین فرو می رود و آنچه را از آن خارج می شود و آنچه را از آسمان نازل می شود و آنچه را که در آن بالا می رود می داند. و هر جا کجا باشید او با شماست و الله با آنچه می کنید بیناست. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او و بر همه آل و اصحاب او درود، رحمت، سلامتی و برکت نازل فرما. اما بعد، در واقع برخی از همراهی و معیت خداوند متعال، معیت نظارت و مراقبت، و برخی دیگری آن معیت تأیید و تقویت است. اما نخستین آن به معنای این است که خداوند متعال بر همه مخلوقاتش احاطه و علم دارد، چنانچه می فرماید: و کلیدهای غیب نزد اوست و جز او کسی آنها را نمی داند. آنچه را در خشکی و دریاست می داند و هیچ برگی از درختی نمی افتد مگر اینکه آن را می داند، و نه هیچ دانهی در تاریکی های زمین و نه هیچ تر و خشکی وجود دارد مگر اینکه در کتاب آشکار یعنی لوح محفوظ ثبت است. در آیت دیگری می فرماید ترجمه: مگر ندیده ای که الله آنچه را که در آسمان ها و آنچه را که در زمین است می داند؟ هیچ نجوایی میان سه نفر نباشد مگر آنکه او چهارمی آنهاست، و پنج نفری نیست که مگر آن او ششمی آنهاست، و نه کمتر از آن و نه بیشتر مگر آنکه هر کجا باشند او همراه آنها است. سپس روز قیامت آنها را به آنچه کرده اند با خبر می سازد. بیگمان الله به همه چیز داناست. همچنین می فرماید: آیا کسی که همه موجودات را آفریده است از حال آنها نمی داند، در حالی که او باریک بین و آگاه است؟ اما دومی آن به معنی همراهی، تأیید، توفیق، حفظ، همکاری و رعایت خداوند متعال بر بنده اش است، طوری که خداوند متعال به این همراهی پیامبران، فرستادگان و اولیای صالح خیش را اختصاص داده است. قرآن کریم در چندین جایی بر این همراهی بزرگی که بندگان برگزیده خدا و آن رسیده اند اشاره نموده است. چنانچه خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام، موسی و هارون علیه السلام میگوید: اینک تو و برادرت با آیات من برو و در یاد من سستی نکنید و به سوی فرعون بروید، بیگمان او سرکشی کرده است. پس به نرمی با او سخن بگویید، شاید که او پند گیرد یا از پروردگارش بترسد. موسی و هارون گفتند: پروردگارا، براستی ما می ترسیم که بر ما پیش دستی نماید و قبل از بیان حق ما را آزار دهد یا طغیان کند. فرمود: نترسید، بیشک من با شما هستم، می شنوم و می بینم. و این همان با همی و معیتی بود که حضرت موسی علیه السلام هنگامی بیان نموده بود که قومش فکر می کردند فرعون و لشکریانش آنها را دستگیر خواهند کرد و هیچ نجاتی از ظلم آنها ندارند، چون دریا در پیش رویشان و فرعون با لشکریانش در عقبشان قرار داشتند. پس قوم حضرت موسی همه فریاد زدند: اینا لمدرکون، یعنی ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم. پس حضرت موسی علیه السلام با یقین کامل در همراهی و تأیید و کمک پروردگارش در پاسخ آنها فرمود: چنین نیست، بیگمان پروردگارم با من است، به زودی مرا هدایت خواهد کرد. همچنین این همراهی همان همراهی خداوند متعال با پیامبرش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و یاری وفادارش حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در هنگام هجرت مبارکشان می باشد. چنانچه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه می گوید: من و پیامبر صلی الله علیه و سلم در غار بودیم، پس من به پایهای مشرکان نظر کردم و گفتم: ای رسول خدا، اگر یکی آنها به پای خود نظر کنند ما را می بینند. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ای ابوبکر، درباره دو نفری که سوم آنها الله است چه فکر میکنی؟ و در این خصوص خداوند متعال میفرماید: اگر او یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم را یاری نکنید، براستی که الله او را یاری کرد. آنگاه که کافران او را از مکه بیرون کردند، نفر دوم از دو نفری که آن دو در غار بودند به یار خود
یعنی ابو بکر می گفت اندوهگین مباش، یقینا الله با ماست، پس الله آرامش خود را بر او فرو فرستاد و با لشکرهایی که شما آنها را نمی دیدید او را تأیید و تقویت نمود، و کلام و گفتار شرک کسان را که کافر شدند پایین قرار داد، و کلام و آیین الله بالا و پیروز است و الله پیروزمندی حکیم است. پس چقدر بزرگ می شود وقتی بنده ای در همراهی و با همی خداوند متعال قرار بگیرد، و کسی که خداوند با او بوده باشد چه کسی می تواند بر علیه او باشد؟ و تا اینکه همراهی خداوند برای یکی از بندگان متحقق گردد، باید این بنده از راهی وارد شود که بتواند به این همراهی برسد، و باید همه اسبابی را که این امر را میسر می سازد روی دست گیرد، و از مهمترین این اسباب و راه ها قرار زیل است داشتن ایمان واقعی به خداوند متعال، زیرا خداوند متعال می فرماید و یقینا الله با مؤمنان است. و مقتضای ایمان آن چی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان نموده است؟ ایمان این است که به الله و ملائکه و کتابهایش و پیامبرانش و روز قیامت و نیز به تقدیر خیر و شر ایمان و باور داشته باشیم. و حقیقت ایمان این است که باید آثار آن در سلوک، رفتار و معامله انسان با دیگران ظاهر شود، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید مسلمان کسی است که مردم از دست و زبان او در امان باشند، و مؤمن کسی است که مردم او را بر خون و اموالشان امین بپندارند. و برخی دیگری آن اینکه باید انسان با تقوا و نیکوکار باشد، طوری که خداوند متعال می فرماید همانا الله و کسانی است که تقوا پیشه کردند و کسانی که نیکوکار کارانند. و در آیت دیگری می فرماید و بدانید که الله با پرهیزگاران است، و همچنین می فرماید و یقینا الله با نیکوکاران است. و تقوا به معنای انجام دادن هر کاری که باعث خوشنودی خداوند متعال و دوری از غضب او می شود است. پس تقوا اجتماع همه اعمال خیر می باشد، و قرآن کریم معنای تقوا را در چندین جا بیان نموده است. از آن جمله ترجمه: نیکی این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید، بلکه نیکی و نیکوکار کسی است که به الله و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورده باشد، و مال خود را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و گدایان و در راه آزادی بردگان بدهد، و نماز را برپا دارد و زکات را بدهد، و وفا کنندگان به پیمانشان چون پیمان بندند، و کسانی که در فقر و سختی و زیان و بیماری و به هنگام نبرد شکیبایند، اینها کسانی هستند که راست گفتند و آنها پرهیزگارانند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید با یکدیگر حسد نکنید، برای فریب دیگران بی بالایی نکنید، با یکدیگر نفرت نداشته باشید، از همدیگر روی مگردانید، و نباید برختان بر بی برخی دیگری بی نماید، و بندگان خداوند و برادران یکدیگر باشید. مسلمان برادر مسلمان است، در حق او ظلم نمی کند و بر او خیانت نمی کند، او را تحقیر نمی کند. این از تقوا و پرهیزگاری. و در آغاز آن سه بار اشاره می کند همین بدی و شرارت انسان را کافی است که برادر مسلمان خود را تحقیر کند. همه مسلمان بر مسلمان حرام است، خون او، مال او و حیثیت و کرامت او. اما معنا و حقیقت احسان را پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین بیان نموده است: خدا را چنان بپرست که گوی او را میبینی، چون اگر تو او را نمیبینی یقینا او تو را میبیند. و در اینجاست که بنده تمام و کمال مراقبت خداوند متعال را متحقق میسازد و به صورت کامل یقین مینماید که پروردگارش هیچگاه چه در خفا یا آشکار و یا در حرکات و سکناتش از او غافل نیست. خداوند میفرماید آیا نمی داند که مسلماً الله همه اعمالش را می بیند؟ همچنین برخی از اسباب وارد شدن در همراهی خداوند متعال صبر و شکیبایی می باشد. خداوند متعال می فرماید و صبر کنید، بیگمان الله با صابران است. همچنین می فرماید و مژده بده به صبر کنندگان، آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان برسد میگویند ما از آن الله هستیم و به سوی او باز میگردیم، اینها هستند که درودها و رحمتی از پروردگارشان بر ایشان است و اینانند هدایت یافتگان. و در آیه دیگری میفرماید ای پیامبر، برای حکم پروردگارت شکیبا باش، زیرا تو زیر نظر و در حفاظت ما هستی، و هنگامی که برمیخیزی به ستایش پروردگارت تسبیح بگوی. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بدانید که در صبر کردن در برابر مشکلات خیری بسیاری نهفته است، و صبر به معنای حبس کردن نفس از آه و ناله، حفظ کردن زبان از شکایت و حفظ کردن اعضا از ارتکاب معاصی و کم طاقتی می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود و کسی که
از خداوند صبر بخواهد، خداوند متعال به او صبر می‌دهد و هیچ کسی خیلی بهتر و گسترده‌تر از صبر داده نشده است. و برخی دیگری از عوامل وارد شدن در معیت و با همی خداوند متعال بیداری وجدان است. زیرا صاحب وجدان بیدار می‌داند که همیشه خداوند متعال با او است، چی در سفر باشد یا در خانه، در خلوت باشد یا در ملای عام. چون هیچ چیزی از علم خداوند مخفی نیست، او عالم غیوب است. این چنین کرد حضرت یوسف علیه السلام هنگامی که دروازه ها بسته شد و همه اسباب گناه برایش آماده شده بود. پس به پروردگار پناه برد که همیشه در هر لحظه با او بود و این چنین تکرار می کرد: بیگمان او سرور من است، جایگاه او مرا گرامی داشته است، پس چگونه با او خیانت کنم؟ مسلما ستمکاران رستگار نمی شوند. طوری که همسر عزیز مصر بیان نمود، چنانچه قرآن کریم از زبان او نقل می کند: آره، براستی من او را برای کامجویی به خود دعوت کردم، پس او خود داری کرد. پس دانسته می شود که فضیلت احساس همراهی خداوند خیلی بزرگ است، چون زمانی که انسان در دنیا از پروردگارش می ترسد، در آخرت از عذاب او در امان خواهد ماند. و در حدیث قدسی خداوند متعال می فرماید: سوگند به عزت و بزرگی ام، بر بنده ام دو ترس و دو امنیت را جمع نمی کنم. اگر در دنیا از مجازات من بی خیال و بی ترس بود، در روز قیامت او را از عذابم خواهم ترسانید. و اگر در دنیا از عذاب من ترس داشت، در روز قیامت او را از مجازاتم در امنیت قرار خواهم داد. همچنین انسان با ذکر خداوند می تواند همراهی او را کسب کند، زیرا خداوند متعال می فرماید: پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم، و سپاسی مرا گویید و ناسپاسی من نکنید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید، خداوند می گوید: من با بنده ام بر اساس گمانی که به من دارد رفتار می نمایم، و هنگامی که مرا یاد می کند من با او هستم. پس اگر در تنهایی مرا یاد کند، من هم او را در تنهایی یاد خواهم کرد، و اگر مرا در میان جمع یاد کند، من او را در میان جمع بهتری خواهم یاد کرد. برادران مسلمان، همانا معیت خداوند متعال فواید بسیاری دارد که انسان آن را در دنیا و آخرت به دست می آورد. از آن جمله کسی که در معیت خداوند متعال بوده باشد، خداوند او را از همه شرارت ها و زشتی ها حفظ می کند و همه اضرار و اندوه ها را از او می زداید. خداوند می فرماید: کسانی که مردم به آنان گفتند، مردم یعنی مشرکان مکه برای جنگ با شما گرد آمده اند، پس از آنها بترسید. این سخن بر ایشان بر ایمان ایشان افسود و گفتند: الله ما را بس است و بهتر حامی است. در آیت دیگری می فرماید: آیا الله برای بنده اش کافی نیست؟ و کسی که به الله توکل و اعتماد کند، واقعا او را کافی است، و بعد از آن هیچ دشمنی نمی تواند بر او غالب آید و به همه آرزوهایش می رسد. و چقدر بزرگ و بزرگی، فضیلت و آثار زیبایی همراهی خداوند متعال به این فرموده های خداوند آشکار می گردد. و حضرت موسی علیه السلام گفت: و تو در برابر دیدگان من پرورش یابی. و در توصیف آخرین پیامبر خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چنین فرمود: ای پیامبر، برای حکم پروردگارت شکیبا باش، زیرا تو زیر نظر و در حفاظت ما هستی. بدون تردید وارد شدن واقعی در همراهی خداوند متعال به صورت درست با خدا بودن مهمترین و اساسی ترین راهی آرامش، اطمینان و صحتمندی روانی می باشد و از مهمترین دروازه های دوری از همه انواع اضطراب، پریشانی و افسردگی است. زیرا چگونه افسرده و پریشان می شود کسی که به اسباب درست چنگ بزند و بداند که اداره همه امور به دست خداوند است، چون به کار اراده فرماید تنها به آن می گوید باش، پس می شود. چنانچه خداوند می فرماید: بگو بار الها، ای دارنده پادشاهی و هستی، و هر کس که بخواهی پادشاهی و فرمانروایی می بخشی، و از هر کس بخواهی پادشاهی و فرمانروایی را می گیری، و هر کس را بخواهی عزت می دهی، و هر کی را بخواهی خار می کنی، و همه خوبی ها به دست توست، بیشک تو بر هر چیز توانایی. یقینا احساس کردن بنده همراهی خداوند را و درک عظمت او جل جلاله برای انسان ها و برای مجتمع بلند ترین درجه همزیستی مسالمت آمیز و امنیت اجتماعی را بار می آورد. زیرا وقت انسان به یقین بداند که هیچگاه از دید خداوند غایب نمی شود، حتما رفتار خود را منظم و مستقیم می سازد و اخلاقشان درست می شود. پس همیشه پابند اوامر خداوند متعال می باشد و از نواهی او پرهیز می کند و نزد حدود او مکس می نماید و اسباب تمسک می کند که دین و دنیایشان را اصلاح می گرداند. پس هر فرد
با نفس خود، با خانواده، با همسایه ها، با دوستان و رفیقان و با مجتمع و با همه مردم در صلح و آشتی زندگی خواهد کرد. این است رسالت اسلام که رحمت برای همه جهانیان است. بار خدای ما را در معیت و همراهی و نصر و تأیید خود شامل نما. فضل و نعمت خود را بر ما عام بگردان و در همه امور ما را مخلص بگردان. مصر و همه کشورهای جهان اسلام را حفظ نما. آمین رب العالمین.